به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. سه‌تن به اتهام به نکاح دادن زنان شوهردار بازداشت شدند. دفتر رسانه‌های فرماندهی امنی هرات با پخش خبرنامه گفته است که پرسنل عملیات قاچاق انسان مدیریت مبارزه با جرایم‌های جنایی این ولایت در یک اقدام کشفی یک گروه 3 نفری را که به روش‌های فریب دهنده و مختلف زنان شوهردار را به عقد نکاح غیر رسمی و غیر قانونی می‌دادند را از مربوطات روستای 4 باغ فیروزه ولسوالی انجیلین ولایت بازداشت کردند. در خبرنامه نوشته شده است که پرونده های افراد بازداشت شده برای بررسی های بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. لازم به یادآوری است که این گروه در مجموع 8 تن هستند که از جمله 3 تن آنان بازداشت شدند و 5 تن دیگرشان زیر تعقیب قرار دارند. نخستین سینماگر افغانستان به هالیوود را یافت. ببرک اکبری، سینماگر سویدنی افغان تبار با سابقه درخشان در فیلم‌های ایندی در کنار بازیگران معروف سینما این کشور، اکنون به سینمای هالیوود نیز را یافته است. این سینماگر افغان در فیلم‌های مشهور بالیوود چون تورباز و پانیپت در کنار سنجیده سینماگر پرآوازه هند هنرنمایی کرده است. داستان هنرنمایی اکبری در بالیوود به بازی در فیلم تورباز برمیگردد، فیلمی که حکایت تلخ بکارگیری کودکان برای حمله های انتحاری طالبان را به تصویر میکشد. اکبری در فیلم تورباز نقش یک فرمانده ارشد طالبان را بازی کرده است. آقای اکبری میگوید که در فیلم های زیادی برای بازی در نقش های کوچک به او پیشنهاد شده است، اما او همواره در تلاش بازی در نقش های بلند و بارز در فیلم ها بوده است. اکبری علاوه بر 3 فیلم در کنار سنجیده در فیلم های دیگر با جان ابراهیم، آلیا بات و دیگر سینماگران مطرح نیز هم بازی بوده است. در فیلم تاریخی پانیپت نیز اکبری نقش داشته است. پانیپت داستان لشکرکشی احمدشاه عبدالی را به هند به تصویر کشیده است. اکبری میگوید در فیلم هایی که نقش های مثبت و منفی داشته باشد اکثرا مربوط به افغانستان بوده و فیلمسازان آن بینندگان افغان را نیز در نظر گرفتند. ببرک اکبری 12 سال است که مشغول فعالیت در عرصه سینما است. این سینماگر افغان قرار است که در چند فیلم دیگر در بالیوود نیز نقش بازی کند. کار در هالیوود به نظر ببرک اکبری در مقایسه با سینمای هند متفاوت تر است. او میگوید که از هالیوود بیشتر آموخته است. قرار است ببرک اکبری در یک فیلم مشترک بالیوود و سینمای سویدن که روایتگر قصه های زندگی مهاجران در سویدن است و نیز در یک فیلم سویدنی نقش بازی کند. اطلس پرس می نگارد. کانون انجمن دفاتر اقامت و اشتغال اتباع مهاجرین خارجی یا کفالت ایران از مهاجرین و اتباع افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری که اعتبار مهر تمدید آن تا 20 برج عقرب بوده و از اعتبار گذرنامه آنها کمتر از 31 جوزا می باشد خواسته شده است که برای تمدید اعتبار گذرنامه های خود به دفتر کفالت مربوطه مراجعه کنند. اما این سو ریاست پاسپورت افغانستان همچنان بسته است. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند که مشکلات تکنیکی دستگاه‌های پاسپورت تا به حال حل نشده است. ریاست پاسپورت گفته است که 3 میلیون پاسپورت چاپ شده و به‌زودی به افغانستان می‌رسد. این در حالی است که بیشتر از 1 ماه است که توزیع پاسپورت متوقف شده است. ریاست پاسپورت میگوید که دلیل این وقفه نوسازی دستگاه‌های بایومتریک است. خبر ناگوار که همین لحظه به ما رسید. 2 مرد در ولایت‌های پروان و کاپیسا کشته شدند. منابع محلی در ولایت‌های پروان و کاپیسا از کشته شدن 2 مرد در این ولایت‌ها خبر می‌دهند. در رویداد نخست یک جوان 25 ساله روز شنبه 21 عقرب از سوی افراد مسلح ناشناس در روستای خمزرگر از مربوطات ولسوالی 3 دوم ولایت کاپیسا کشته شده است. با گفته منابع این جوان که باشنده اصلی ولسوالی تگاب و کاپیسا بود در ولسوالی 3 دوم این ولایت کشته شده است. در رویداد دومی یک مرد جوان حوالی ساعت 8:30 شنبه شب در روستای خواجه های دیمالای ولسوالی بگرام ولایت پروان به گونه مرموز کشته شده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این جوان خواجه رقیب الله نام داشت و شبانگام وقتی که
پشت دارو برای بیماری پدرش رفته بود در مسیر بازگشت از دواخانه به گونه مرموز کشته شده است. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر و درود.